اگر میخواین در زمستان سبزی بکارین، چند تا سبزی بسیار خوب و عالی که در زمستان شما میتونید بکارین و از سبزیجات او استفاده کنین، و شما معرفی میکنم که چگونه کشت میشه و چی وقت آماده برداشت میشه. با حوصله‌مندی تمام بریم سراغ آموزش. اگر میخواین کشاورزی و باغداری را به صورت علمی و تجربی یاد بگیرین، حتما کانال یوتیوب باغبان آزاد را سابسکرایب کنین و یا اینکه پیج فیسبوک یا پیج اینستاگرام را دنبال کنین تا اینکه به صورت علمی و تجربی برای شما یاد بتم و همچنان در رابطه با سرمایه گذاری در این بخش هم به شما آموزش بتم. سلام و درود به یک و یک شما خوبان و عزیزان، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. دوستای عزیز، در مناطقی که شما زندگی میکنید، خلاصه گپ این است که اگر قریه و قصبات شما -30 درجه، -20 درجه سانتیگراد میشه، پشت سبزی کشت کردن اصلا نگشتید که شما نمیتونید نتیجه خوب بگیرید. در منطقه شما سرمای بیش از حد میآید و تمام گیاهان شما را خشک میکنه. پس باید متوجه باشین که اگر قریه و قصبات شما تا -10 درجه سانتیگراد و همچنان -15 و -20 میشه، هوس سبزی کاشت کردن را در فضای باز نکنید. اگر قریجات شما پایین 10 سانتیگراد هست در جریان زمستان، میتونید بعضی سبزیجات را که من برای شما معرفی میکنم میتونید بکنید. مثلا سیر را در نظر میگیریم. شما اگر میخواین سیر بکارین و خیلی زود از اون نتیجه بگیرین، میتونید در فصل خزان بکارین یا اینکه در جریان زمستان بکارین. و چیکار میکنین؟ سیر را به اندازه 10 سانت از همدیگر فاصله میتین، خود حبه های سیر را جدا میکنی، هر کدامش میشانی و هر کدام 10 سانتی متر از همدیگر فاصله و بالایش حداقل 3-4 سانت خاک باید بمانی، به خاطری که مبادا او را سرما از بین نبره. سرما گرچه کم هست ولی باز هم از بین نبره. و سیر میتونم حبه هایش تا -6 درجه سانتیگراد را خوب مقاومت کنه و یک مقدار رشد هم داشته باشه. از او که پایین تر شود، احتمال از بین بردنش در مورد توسط سرما زیادتر میشه. و شما میتونین وقتی که سیر را کاشتین، بالایش ملچ استفاده کنین. یک مقدار برگ هست، کاه هست، بوره اره هست، هر چی که دارین میتونین سرش بندازین که باز هم از سرمای زمستان محافظت میکنه. گیاه دومی که شما واقعا میتونید استفاده کنین نخود هست. نخود را شما میتونید مستقیم بکارید در زمین، یک مقدار چوب هم در کنارش بمانین یا همون رقم مستقیم. دقیقا بعد از 2 ماه آماده حاصل برداری میشه. شما میتونید که غلافهاش بچینین، به اون قسمتی که سبز هست مستقیم چینده و از او استفاده کنین. و اگر شما کدام وسیله برش بسازین، مثلا کدام سیمتوری، کدام چوبی، کدام چیزی باشه که این سرش بالا شوه، خیلی خوب نتیجه میگیرین. و این گیاه دوم بود. گیاه سوم هم باقلی هست که شما میتونین ای را بکارین و البته در مناطقی که پایین تر از 6 درجه سانتیگراد -6 درجه سانتیگراد نروه، یعنی تا -6 درجه سانتیگراد میتونه تحمل کنه، میتونین مستقیم بکارین و بعد از 2 الی 3 ماه آماده برداشت میشه. شما میتونین اولین محصول خود را از این بگیرین. و سبزی چهارم هم کل یا کلمبرگ هست. نوعی از کلمه هست که این بیشتر به شکل زینتی هم استفاده میکنن، ولی شما به راحتی میتونین برگایش بچینین، برگهایی که یک مقدار قدیمی میشه برگهای جدید رشد میکنن، برگهای پایینتر میچینین، عین به شکل سبزی استفاده میکنین. تخم میشه به صورت مستقیم میتونین استفاده کنین، از نهاله هاش داشته باشین میتونین بکارین و همون رقم بعد از 2 ماه ای هم آماده برداشت میشه. سبزی پنجم هم سویس چارد یا چغندر برگی هست که شما میتونین از برگش استفاده کنین. ای خیلی مقاومتش بالا است، یعنی تا -9 درجه سانتیگراد میتونه مقاومت کنه و حتی رشد کنه و شما میتونین از برگهاش بچینین و راحت نوشجان کنین. سبزی ششم هم کولارد گرین یا براکولی هست که ای هم تا -9 درجه سانتیگراد در جریان زمستان مقاومت کرده میتونه، میتونه مستقیم بکارین و عینا به شکل سبزیجات دیگه. و یک چیزی که خیلی مهم هست در این قسمت، شما میتونین که این را مستقیم بپزین و اگر بیشتر از این مستقیم استفاده شود، چون یک مقدار سرما سرش بیشتر فشار میاره، چون در مناطق خیلی سرد هم میتونه مقاومت کنه، اون موقع ممکن سر معده شما فشار بیاره، بهتر است که اول پزیده شود و بعد از او استفاده شود. و همچنان گیاه هفتم آخر هم پیاز هست. شما همین نش پیاز هایی که در بازار یافت میشه دست در دسته است میارین و ما قسمت آخرشه
قطع میکنین، اما ریشهش میکارین، خیلی سریع رشد میکنه و برای شما یک کاملا یک سبزی پیاز جدید میشه و از اون میتونین استفاده کنین. خب دوستان، از این سبزیجات خیلی زیاده هست که شما در جریان فصل سرما و زمستان میتونین استفاده کنین، ولی یک چیز را در ذهن خود بگیرین. گفتم اگر از منفی 10 درجه سانتیگراد پایین میره، یعنی زیادتر سرد میشه، اصلا احساسی نخواهید بکارید. ولی در صورتی که شما گلخانه داشته باشین، گلخانه شما کنترل شده باشه، داخلش بتونید با گاز و برق چیزی گرم بتونید، میتونید که در هر شرایطی کشت و پرورش بکنید. ولی در فضای باز باید کمتر از 10 درجه سانتیگراد باشه، کمتر از منفی 10 درجه سانتیگراد باشه، یعنی از اونقدر زیاد نشه، منفی 11 و منفی 15 نشه. خب دوستان عزیز، امیدواریم که این ویدیو به درد شما خورده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.